سرخط خبرها. دست کم 56 کشته و 2000 مبتلا بر اثر شیوع ویروس جدید کرونا. مقام های بهداشتی چین میگویند در دوران نهفتگی هم واگیردار است. پاسخ منفی ترامپ به پیشنهاد ظریف برای مذاکره بعد از لغو تحریم ها. وزیر خارجه ایران میگوید رئیس جمهوری آمریکا به واقعیت ها توجه کند. ایران خان خونه میشه. کو اینجا نه طالب است، نه دیگه است، نه دیگه است. طیاره میایم اونجا بمبار میکنم، مردم میزنه دوباره میایم. ایران خان میشه. اعتراض به حمله هوایی مرگبار در شمال افغانستان. وزارت دفاع گفته که تحقیق میکند. با افزایش آمار جانباختگان زلزله ترکیه به 35 نفر، امدادگران در جستجوی بازماندگانند. سلام، عصر یک شمتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری در ششم بهمن ماه 26 ژانویه از بی بی سی فارسی. مقام های بهداشتی چین هشدار دادند که ویروس جدید کرونا سریع‌تر از قبل منتشر می شود. به گفته آنها این ویروس برخلاف ویروس های مشابه مثل سارس در دوران نهفتگی هم قابل انتقال است و این دوران ممکن است 2 هفته طول بکشد. آمار تایید شده مبتلایان به این ویروس به حدود 2000 نفر رسیده. 56 نفر هم جانشان را از دست دادند. در این شرایط محدودیت رفت آمد در چین برای جلوگیری از انتشار این ویروس خطرناک بیشتر شده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. خیابان‌های ترس خورده شهر ووهان در استان هوبی در شرق چین. ویروس جدید کرونا از اینجا به شهرهای مختلف چین و بعدتر کشورهای دیگر از جمله آمریکا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، فرانسه و کانادا منتقل شد. حالا اگر کسی بخواهد از استانهای دیگر چین وارد استان هوبی شود، با چنین صحنه‌ای روبرو خواهد شد که بیشتر شبیه سکانسی از فیلم‌های علمی تخیلی آخرالزمانی است. اگر تب داشته باشی، اجازه سفر نداری. ضمن اینکه کسانی که وارد می‌شوند نیز اجازه خروج نخواهند داشت. استان هوبی در حال حاضر یک قرنطینه 60 میلیون نفری است. این تصاویری است که امروز توسط تلویزیون دولتی چین منتشر شد. بیمارستانی در ووهان. با دستور دولت مرکزی، پزشکانی از استانهای شانگهای، گوانگجو و چانگچین برای کمک به استان هوبی آمدند. مشکل بزرگ همین است که همه از ناقلان ویروس فراریند و به همین دلیل کمک به بیماران به داوطلبانی نیاز دارد که حاضر باشند به رغم همه هشدارها از خانه خارج شوند. هیچ ماشینی نیست و ما مسئولیم که به هم کمک کنیم. بیمارا رو میبریم بیمارستان و برمیگردونیم و بعدش هم ضد عفونی میشیم. ما حالمون خوبه. بالاخره یک نفر باید این کار رو انجام بده. ما اهل ووهان هستیم و حتی شما هم که اینجایید دارید به ما کمک میکنید. شهروندهای خودمون باید بیان بیرون کمک کنند. این وظیفه ماست. 1月25号，农历正月初一。 عمق بحران موجب شد تا امروز جلسه پولیت برو یا کمیته سیاسی حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور برگزار شود. دستورهای سختگیرانه درباره تعطیلی سراسری در استان هوبی، کنترل مسافرت‌های شهروندان در سراسر کشور و نگهداری از بیماران در قرنطینه‌های پزشکی از جمله تصمیمات این جلسه بودند. و البته نگاه رسانه‌ها همه متوجه این مرد است، جاو فو، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در چین. همه دوست دارن این ویروس رو با سارس مقایسه کنن. تا جایی که ما میدونیم این ویروس به قدرت سارس نیست و مواردی با وخامت بسیار کمتر مشاهده میکنیم. برای دارو نیاز به آزمایش‌های بیشتر داریم. فکر کنم همه با من موافق باشید که هیچ کدوم دوست نداریم موش آزمایشگاه بشیم. روز جمعه همچنین تایید شد که دست کم 3 نفر در فرانسه نیز ناقل این ویروس هستند. این 3 نفر نخستین کسانی هستند که در اروپا به این ویروس مبتلا شدند. کیوان حسینی، بی بی سی. دکتر مازیار صدری، متخصص گوش و حلق و بینی، درباره این ویروس بیشتر توضیح داد.
این مسلما یک نوع جدید ویروس هست که تا به حال شناخته شده نبوده و هنوز درمانی براش وجود نداره و به ظاهر به سرعت داره پیشرفت میکنه. از اونجایی که تا به حال مقامات چینی تونستند بسیار بسیار مؤثر عمل بکنند و از ویروس رو شناسایی کردند و قولهایی دادند که از انتشار این ویروس جلوگیری میکنند و همینطور سازمان بهداشت جهانی و تمام سازمانهای مربوطه از جمله در انگلستان وزارت کشور انگلستان تمام کسانی رو که به شهر ووهان رفته بودند رو ازشون خواسته که بیان برای آزمایشات و بررسی ها و اقدامات بسیار زیادی هم در سطح جامعه اینتنسیف کر آی سی یو اروپا در حال انجام هست. با توجه به این امکانات فراوانی که بسیج شده است برای جلوگیری از ویروس میتونیم خوشبین باشیم. فعلا در انگلستان 31 مورد بوده که هیچ کدوم از اینها مثبت نبودن برای بیماری و در بیمارستانی که من هم کار میکنم هفته پیش کیس مشکوک داشتیم که ایشان هم منفی گزارش شدن. این ویروس ویروسی نیست که آدمهای عادی رو بسیار درگیر بکنه. مرگ و میر ناشی از ویروس حدود 2% گزارش شده، یعنی 98% از مبتلایان جان سالم به در میبرند. این برخلاف انواع قبلی بیماری مثل سارس که اشاره فرمودید که حدود 10% حتی یا ایبولا یا ویروس هایی که حدود 10% مرگ و میر داشتند، مثل هر بیماری عفونی دیگه اصول بهداشت شخصی شستن دست ها بسیار مهم هست. بیماری اول تصور می شد که فقط از جانوران به انسان سرایت می کنه، ولی که دیده شده انتقال انسان به انسان همجور که مستحضر هستید و بیشترین نحوه انتقال از طریق قطره های تنفسی است. این هستش که از پرهیز باید کرد از کسانی که سرفه های فراوانی دارند و علتش ناشناخته است و به خصوص اگر که به چین سفر کرده بودند، و چون بیماری از طریق جانوران وحشی انتقال پیدا میکنه بهداشت در کشتارگاه ها و جاهایی که با گوشت سرکار دارند خب مهم هست و همینطور مردم بایستی خیلی متوجه باشند چه گوشتی استفاده میکنند و اونها رو کاملا بپزند و در درجه حرارت بالا که بتونن به نوعی از این مسئله جلوگیری بکنند. گفتگویی بود با دکتر مازیار صدری، متخصص گوش و حلق و بینی. مجلس ایران ممنوع کرده که اشخاص حقوقی به کارزارهای انتخاباتی کمک کنند. این ممنوعیت شامل احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌شود. این طرح که هدفش شفافیت سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی اعلام شده، کمک‌های نقدی و غیر نقدی مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می‌شود. بنابراین مصوبه پرداخت‌های نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی انجام شود. دریافت کمک هزینه تبلیغاتی از اشخاص حقیقی خارجی هم مجاز نیست. اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیر مستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند. رئیس جمهوری ایران گفته بخشنامه فضای مجازی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده در حیطه اختیارات این قوه نیست. حسن روحانی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته که این امور به شورای عالی فضای مجازی مربوط است. آقای رئیسی هفته پیش در بخشنامه ای سازمان صدا و سیما را تنها مسئول صدور مجوز و تنظیم مقررات فضای مجازی معرفی کرده بود. انحصار تلویزیون حکومتی ایران در تولید و پخش برنامه سالهاست که با انتقادهای زیادی روبرو است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به وزیر خارجه ایران در توییتر گفته که حاضر نیست برای شروع مذاکره اول تحریم‌ها را بردارد. دونالد ترامپ و رهبران ایران مدتی است که با یکدیگر مستقیما از طریق توییتر گفتگو می‌کنند. اما این گفتگوها و تلاش میانجیگران تاکنون راه به جایی نبرده. در این میان پرنس چارلز وزیر ولیعهد بریتانیا برای سفر به ایران و کمک به صلح ابراز تمایل کرده. کسری ناجی گزارش می‌دهد. فشار حداکثری دونالد ترامپ ایران را از نظر اقتصادی در شرایط سختی قرار داده.
اما نشانه ای نیست که این فشارها به زودی ایران را به پای میز مذاکره بیاورد. نشانه هایی اما هست که دو طرف گفتگوهایشان را فعلا از توییتر آغاز کردند. دیشب به وقت واشنگتن و ساعت تقریبا 5 صبح به وقت تهران رئیس جمهوری آمریکا این پیام را نوشت به فارسی در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته. وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود. نه، مرسی. ساعتی بعد این پاسخ وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش. ساعت 6:30 صبح به وقت تهران خطاب به رئیس جمهوری آمریکا. بهتر است دونالد ترامپ بر اساس واقعیت ها اظهار نظر کند و نه عناوین خبری فاکس نیوز و یا مترجمان فارسیش. اگر او میخواهد درک بهتری داشته باشد میتواند مصاحبه ام را با اشپیگل بخواند و اگر مصاحبه برایش طولانی است همین چند سطر را. دولت ترامپ میتواند گذشته اش را تصحیح کند، تحریم ها را بردارد و به میز مذاکره برگردد. ما همچنان پشت میز مذاکره هستیم. این آنها هستند که میز را ترک کردند. شروع گفتگوها و نه مذاکره در توییتر نشانه ای از این است که تلاش ها برای میانجیگری تا کنون راه به جایی نبرده. این سفر ماه گذشته رئیس جمهوری ایران به ژاپن که شایعات را در مورد شروع میانجیگری ژاپن دامن زد، تلاشی که ظاهرا فعلا کنار گذاشته شده است. اما داوطلبان میانجیگری هم کم نیستند. روزنامه ساندی تایمز امروز نوشته پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا اظهار علاقه کرده که به ایران برود. او گفته است که خودش را یک میانجی صلح می‌داند. فعلا اما تنش در منطقه است که رو به افزایش است و خطر جنگ. کسری نجی، بی بی سی. فرزانه روستایی، کارشناس مسائل سیاسی از استکهلم سوئد با ماست. خانم روستایی، خوش آمدید به برنامه ما. اگر میشه اول توضیح بدید که مقام های ایران که خب میگن با هم مذاکره نمی کنن، ولی آیا این توییت دهیشون به هم دیگه آیا خودش نوعی مذاکره نیست؟ آثاری از مذاکره است، مذاکره واقعی است. اگر شما یک لول این نوع مذاکره رو ارتقا بدید، ببینید نماینده کشورهای مختلف میرن میان، سفرا پیام مبادله میکنن، حتی وقتی که شما میبینید که نخست وزیر ژاپن میره میاد دیدار میکنه با رهبر اینها، این با رهبر ایران، اینها همه علائم یا سیگنال های مذاکره است. و این نوع و این ورژن اخیری که بین آقای ظریف و ترامپ در جریان بود، من فکر کنم یه خورده بسیار سیگنال های بسیار ضعیفه و از توش بعید چیزی در میاد. فهم کنید که سوال جواب های توییتری چقدر بتونه احتمال مذاکره بعدی رو که دربارش صحبت میکنن و میانجیگر فرستاده میشه و اینها تحت تاثیر بذاره؟ ببینید وقتی که گرید یا درجه سیگنال ها رو شما ارزیابی میکنید و با هم مقایسه میکنید، قطعا توییتر یا توییت هایی که رهبران میدن یا مقام های مسئول میدن ضعیف ترینشونه. یعنی این نشون میده که در حال حاضر شرایطی برای مذاکره وجود نداره. هر دو طرف شاید تلاش میکنن به دوران مطلقا نه به مذاکره یا مرگ مذاکره نرسن و به اون نقطه به وجود نیاد. اما وقتی که شما میبینید که کل دیپلماسی که میتواند خیلی اکتیو باشه به 3-4 جمله از طرف یه وزیر خارجه و یک رئیس جمهور ختم میشه، این حاکی از اینه که واقعا شرایط وجود نداره. شما نگاه کنید در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی الان در شرایط انقدر ضعیفی قرار داره که حتی سیگنال مذاکره عربستان سعودی که حدود 4-5 روز پیش برای ایران استاده شد، ظرف 24 ساعت به دعوای لحظی و مشاجره لفظی این آقای الجوی رو آقای ظریف منجر شد. متاسفانه یا در هر حال دنیای دیپلماسی اینجوریه که یک پکیج، یک مجموعه است، شما همه رو با هم باید در نظر بگیرید. نمیشه که با همه دنیا جنگ داشته باشید، با همه اختلاف نظر داشته باشید، اما انتظار داشته باشید که یا امتیازهای بزرگ بگیرید و یا در واقع اون طرف اصلی که با شما دعوا داره به راحتی پای مذاکره برگرده. خب الان ایران میگه که اول آمریکا تحریم ها رو برداره، آمریکا از اونور میگه که ایران دوباره برگرده پای میز مذاکره و این مذاکره جدیدی بشه. فکر میکنید که در این فضا چه کار میشه کرد؟ چون به نظر میاد که دو طرف از خواستشون کوتاه نمیان و درخواستای خودشون رو هی برش پافشاری میکنن. چه میشه کرد اینجا؟ اتفاقا این یک ضعف اینو دیپلماسیه که به ترامپ هم زیاد انتقاد میشه که این سیستم درخواست اکثری یا فشار حد اکثری که تاکنون جواب نداد، در مورد ونزوئلا جواب نداد، در مورد کره شمالی هم جواب نداد، ممکنه در مورد ایران هم جواب نده. اما یک اتفاقی افتاده و اونی که ادامه فشار حد اکثری از طرف ترامپ به علاوه در واقع وضعیت فوق بحرانی اقتصاد در ایران، به علاوه نارضایتی عمومی که در ایران وجود داره، نشون میده که
موضوع فشار حد اکثری در ایران با دو کشور کره شمالی و ونزوئلا متفاوته. در واقع کره شمالی اگر این روند فشار همینطوری ادامه پیدا کنه 10 سال 2 دهه 3 دهه دیگه احتمالاً باز هم اتفاقی نخواهد افتاد، شاید هم در مورد ونزوئلا، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران و روابط بسیار نازک شده و نزدیک به پاره شدنه، اینه که آمریکایی‌ها ترجیح میدن اون فشاری که وارد کردن، اون بحران‌هایی رو که تحمل کردن، صبر کنن، شاید جواب بده برای این منطقه. ممنونم از شما فرزانه روستایی، کارشناس مسائل سیاسی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مقام‌های بهداشتی چین هشدار دادند که ویروس جدید کرونا سریع‌تر از قبل منتشر می‌شود. شمار مبتلایان به حدود 2000 نفر رسیده و 56 نفر جان باختند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به وزیر خارجه ایران در توییتر گفته که حاضر نیست برای شروع مذاکره اول تحریم‌ها را بردارد. ادامه این برنامه. راه اندازی اولین مرکز آزمایش دی ان ای در افغانستان. ساکنان ولسوالی بلخ در شمال افغانستان میگویند که در حمله هوایی نیروهای خارجی به یک خانه دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. بعضی از مردم این منطقه برای اعتراض چندین ساعت شاهراه مزار شبرقان را بستند و خواهان توقف حملات هوایی به مناطق مسکونی شدند. اما نیروهای ارتش در شمال افغانستان میگویند هیچ حمله هوایی در این محل صورت نگرفته. حمید فهیم از مزار شریف گزارش میدهد. آتش خشم معترضان بلند است. اعتراض به حمله به یک خانه مسکونی در قریه بوکای ولسوالی بلخ. جستجو برای اجساد گم شده. مردم قریه دست به کار شدند. در ولایتی که از ولایت امن افغانستان است، یک خانواده در لحظه با خاک خون یکسان می شود. اون از ده بغل مادر بود، اونجا گم است. یعنی شش تا ایسا آوردیم دیگیش نه، شش نیم بجای شب فقط وقت نان خوردن بود که آمد بیادت زیاده تایر آمد. شش دفعه کرد، شش دفعه انداخت کرد. این رقم خونه میشه کو اینجا نه تعلیب است، نه دیگه است، نه دیگه است. تایره میایه همونجا بمبار میکنم، مردم میزنه دوباره میایه. این رقم میشه معترضان خشمگین شهرهای مزار شبرقان را بستند. نیروهای ضد آشوب کمی دورتر اوضاع را زیر نظر دارند. دسته اعتراض مردم گریبان پلیس را هم میگیرد. در آستانه توافق صلح طالبان با آمریکا حداقل در شمال افغانستان نشانه هایی از کاهش خشونت دیده نمی شود. این مردم اینجا جمع شدن و شاهرهای بلخ بستن و نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جنگ بین دولت و طالبان معترض هستند. عملیات نظامیان افغان و خارجی بارها اعتراض مردم را برانگیخته و اشکشان را درآورده. حمید فهیم، بی بی سی، مزار شریف. اولین مرکز آزمایش دی ان ای در افغانستان کارش را آغاز کرد. قبلا شهروندان افغانستان برای آزمایش دی ان ای مجبور بودند به سایر کشورها مسافرت کنند که هزینه بر و زمان بر بود. فیروز دین فیروز وزیر بهداشت افغانستان گفته که این مرکز به دستگاه‌های مسئول امور بهداشتی، قضایی و امنیتی خدمات ارائه می‌دهد. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل می‌گوید اولویت این مرکز شناسایی مجرمان و تفکیک اجساد است. پرونده های حقوقی و جنایی زیادی در سالهای گذشته دست نخورده باقی مانده یا کارشان به درازا کشیده شده به دلیل نبود آزمایش دی ان ای در افغانستان، مشکلی که کار وکیل مدافعان را هم دشوار کرده. نه تنها ما با چالش مواجه نمیشدیم، قانون هم تطبیق نمیشد و مو عدالت یک باید تامین شوه و هم تامین نمیشد. ما تقریبا 7-8 ماه بر یک معاینه دینی که صلاحیت یک محکمه را بر فیصله یک ماه نهایت دو ماه پیش بینی میکنه، ما تا 7-8 ماه پشت از او قضیه گشتیم تا بالاخره معاینه سمپلا گرفته شد، به خارج از کشور انتقال شد. گشایش اولین مرکز معاینات دی ان ای در کابل، دو متخصص و 5 کارمند با ماشین‌های خارجی.
امید تازه‌ای به سهولت در پیش برد پرونده هایی که نیازمند آزمایش دی ان ای است. وزیر صحت عامه میگوید این مرکز دست احتیاج را از کشورهای همسایه برای آزمایش دی ان ای کوتاه میکند. فرصت شناسایی مجرمین و تبرئه افراد بیگناه، تشخیص و تفکیک هویت نمونه‌های باقی مانده در حوادث طبیعی و حوادث جنگی، شناسایی رابطه زاد و ولد، تفکیک و تشخیص رابطه فامیلی میان افراد مورد تدقیق و تحقیق، و تعیین اجداد و ریشه‌های قومی نژادی افراد و جمعیت‌ها را مساعد ساخته است. حکومت از رهبران این مرکز خواسته حفظ بی‌طرفی و امنیت کارمندان را اولویت دهند. از حساس‌ترین بخش کار طب عدلی و کریمینال تکنیک اینمی بخش است. حساس‌ترین مسئله که سوء استفاده خدا نخواسته در اینجا یا رخنه فساد و فساد اداری در این زمینه و یا اعمال نفوذ در این قسمت یک جفای خود بود بر ملت ما. هدف ایجاد این مرکز تشخیص مجرم با استفاده از آزمایش دی ان ای است تا در موارد لازم به قضیه های جنایی و حقوقی زودتر و بهتر رسیدگی شود. اگرچه تا 6 ماه آینده این مرکز فقط محل آموزش کارمندان خواهد بود. این مرکز اگرچه خیلی بزرگ نیست، اما گفته میشه که از امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تست دی ان ای برخوردار هست. تمام این ماشین ها و لوازم از کشورهای خارجی به افغانستان وارد شده و حالا با وجود این امکانات انجام تست دی ان ای در ظرف 24 ساعت و با هزینه حدود 300 تا 400 دلار هم در افغانستان امکان پذیر میشه. با این حال قرار نیست به این زودی اینجا آزمایش قبل از ازدواج، تشخیص بیماری ژنتیکی جنین و امثال آن انجام شود، حداقل تا 1 سال آینده. ولی وجود چنین مرکزی میتواند به مشکلات زیادی نقطه پایان بگذارد، خصوصا در مسائل قضایی و عدلی. نسرین نوا، BBC، کابل. تعداد کشته شدگان در زمین لرزه شرق ترکیه به 35 نفر رسیده. 1600 نفر دیگر هم زخمی شدند. امدادگران همچنان در جستجوی افراد گرفتار زیر آوارند. این زلزله به بزرگی 6.8 جمعه شب اتفاق افتاد. استانهای الازیغ و مالاتیا بیشترین آسیب را دیدند. خیلی از ساکنان این استانها دیشب در سرمای زیر 0 درجه در خیابان خوابیدند. باران عباسی گزارش می‌دهد. در جستجوی ماندگان زیر آوار، در تاریکی شب و سرمای استخوان‌سوز، تلاشی که دیشب به نجات 45 نفر انجامید و با روشن شدن هوا ادامه پیدا کرد. با ماشین‌های سنگین، سگ‌های زنده‌یاب و حتی دست خالی. یکی از کوچکترین نجات یافتگان این دختر 5 ساله، بعد از اینکه امدادگران صدای فریادهای او و مادرش را شنیدند. چهره ترسیده و لباسی پوشیده از خون، بعد از ساعت‌ها ماندن زیر کوهی از بتون. صحنه ای امیدبخش برای صدها داوطلبی که برای کمک آمدند. اگه اطلاعاتی به دستمون برسه که کسی زنده زیر آواره، سگ‌ها رو می‌فرستیم بالای سر اون ساختمون و اگه نشانه‌ای به دست بیاریم، با استفاده از ابزاری که داریم سعی می‌کنیم صداشون رو تشخیص بدیم. بعدش یه تونل حفر می‌کنیم تا بکشیمشون بیرون. و انتظاری جانکاه برای کسانی که امیدوار به گرفتن خبری از عزیزانشانند. تا وقت دوستمو نجات بدن همینجا میمونم. وقتی آوردنش بیرون با هم از اینجا میریم. امیدوارم تا صبح نجات پیدا کنه. اینجا در الازیغ با روشن شدن هوا تصویری بهتر از شدت آسیب. ده ها ساختمان با خاک یکسان شدند. زلزله‌ای به بزرگی 6.8 که ساعت 5 دقیقه به 9 شب به وقت محلی رخ داد. در ساعت‌های بعد وقوع دست کم 700 پس لرزه به وحشت ساکنان افسوده. اینجا سرپناهی برای بعضی از آنهایی که خانه‌هایشان را از دست دادند.
و کسانی که نگران از پس لرزه ها نمی توانند به خانه برگردند. خونه ما خراب نشده، اما هم ما و هم بچه هامون از پس لرزه ها خیلی ترسیدیم. امشب برگشتیم خونه ولی یک پس لرزه دیگه اومد و ما دوباره مجبور شدیم بیایم اینجا. اما بعضی چاره جز ماندن در خیابان ها ندارند. در منطقه‌ای که دمای هوا در شب به 10 درجه زیر صفر میرسد. ما تا 11 شب اینجا میمونیم و بعدش برمیگردیم خونه. چاره ای نداریم. ورزشگاه ها پرند. دیگه چادرم پیدا نمیشه. به ما چادر ندادن. نگاه کن. بچه ها دارن یخ میزنن. کودکانی که از زلزله جان به در بردند. اما فعلا تنها گرمای آتش نجات بخششان در این شبهای سرد است. باران عباسی، بی بی سی. اسرائیل برای اولین بار به اتباعش اجازه سفر به عربستان داده. وزیر کشور اسرائیل گفته که اتباع این کشور می توانند برای سفرهای زیارتی یا کاری به مدت حداکثر 9 روز به عربستان بروند. عربستان هنوز به این اقدام دولت اسرائیل که نشان دهنده گرم شدن روابط دو کشور است واکنشی نشان نداده. عربستان و اسرائیل روابط دیپلماتیک رسمی ندارند، اما در سالهای اخیر علیه ایران که دشمن مشترک خود می دانند همکاری هایی داشتند. و پشت پیانویی که از یک جرثقیل در کنار یک محوطه ساختمانسازی آویزان شده بود نشست و پیانو نواخت در تاریک و روشن سحر، یا به تعبیر خودش ساعت‌های آبی. آلن روش، پیانیست و آهنگساز سوئیسی، گفته هدفش از برگزاری این کنسرت در مونیخ آلمان عوض کردن نگاه‌ها و عادت‌های دیداری است. او معتقد است که چشما را باید شست و جور دیگر را از زاویه‌ای دیگر باید دید. این برنامه را با بخشی از اجرای او به پایان می‌بریم.